به نام خدا بخشنده مهربان، کاربران عزیز سایت dataavaz.com سلام عرض می کنم. دوستان عزیز، یکی از مراحل مهم بحث پرورش قارچ دکمه ای مرحله خاکدهی هست که هرچه نکات مربوط به این مرحله با دقت و حساسیت خاصی کنترل بشه، نتیجه قطعا بهتر خواهد بود. من میتونم از همکاران نمونه مثال بیارم که این قسمت از کار را با دقت و وسواس خاصی کنترل میکنن و نتایج بسیار خوبی میگیرن. برای مثال وقتی از یک کمپوست خاص دو نفر دو نتیجه مختلف میگیرن و این یک سوال میشه برامون، بررسی میکنیم و مقایسه متوجه میشیم که یکی از قسمت هایی که با دقت خاصی کنترل شده توسط یکی از این همکاران بحث مرحله خاکدهی هست. برای همین امروز میخواییم در این ویدیو درباره اهمیت خاکدهی صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم این قسمت از ویدیوها را با دقت ملاحظه بفرمایید. اهمیت خاکدهی. ریسه ها و میسیلیوم قارچ بعد از اینکه داخل و سطح کمپوست رو پر کردن و اصطلاحاً کمپوست رو سفید کردن به شکلی که قطرات طلایی آب رو ما در سطح کمپوست و روی سطوح بلوک دیدیم، برای ادامه رشدشون باید وارد یک فضای جدید به نام خاک پوششی بشن که در حقیقت همون مرحله ریسه دوانی در خاک پوششی محسوب میشه که ما سطح بسترمون رو به وسیله یک لایه خاک پوششی میپوشونیم. این خاک باید ویژگی‌های خاصی داشته باشه. یکی این که بافت خوبی داشته باشه به طوری که بتونه در نهایت یک باردهی خوب ازش داشته باشیم. حتما باید پاستوریزه باشه، چون خیلی از بیماری‌های پرورش قارچ خاکسی هستن، یعنی منشأشون از خاک پوششی هست که لازمه خاکی که در این مرحله استفاده میشه قبلا به روش و شکل صحیحی پاستوریزه شده باشه. و اگر شما این خاک رو به صورت آماده در کیسه خریداری میکنید، خب این کار باید توسط فروشنده انجام شده باشه. و یکی از پارامترهای مهم در خاکدهی عمق و ضخامت خاکدهی هست، یعنی از یه طرف با یک ضخامت کافی باید سطح بستر پوشونده بشه و از طرف دیگه هم این عمق و ضخامت در تمام سطح بستر به یک اندازه باشه. در طی مراحل برداشت قارچ که طی چند فلش متعدد انجام میشه و بین فلش ها هم آبیاری صورت میگیره، خاک پوششی تحت تأثیر زیادی قرار میگیره و بافت اون صدمه میبینه. لازمه که در مورد قطر خاکدهی از همون ابتدا دقت لازم رو انجام بدیم. برای یک خاکدهی با ضخامت مناسب و یک نواخت باید دو تا مورد رو خوب دقت کرد. یکی این که ساختار کف قفسه بندی سالن های پرورش باید به شکلی باشه که بلوک های کمپوست به طرف وسط از عرض قفسه بندی شیب نداشته باشن، یعنی آویزون نباشن اصطلاحاً کف قفسه بندی، که من دیدم بعضی از واحدها این مسئله رو رعایت نمی کنن و باعث میشه که قطر خاکدهی در وسط زیاد و در کناره ها کم باشه. و خلاصه این که نشه یک خاکدهی خوب انجام بدیم. برای همین پیشنهاد میکنم که کف قفسه ها به جای استفاده از تسمه و موارد دیگه که گاهن دیدم، مثلا تناب، از سیم گالوانیزه گرم به قطر 2.5 استفاده کنیم که معمولا در خلاف جهت هم پیچونده میشه و اگر درست انجام بشه و از لولای گالوانیزه در فاصله های مثلا 1 متری هم در طول قفسه استفاده بشه که به طرف این قفسه یعنی در عرض جوشکاری میشه، میتونه سالهای سال جواب کار رو بده. این کار باعث میشه که کف قفسه بندی همیشه صاف باشه و به تب کمپوستی که روی اون قرار میگیره هم راحت بشه تخته کوبی کرد. دومین موردی که باید رعایت کنیم یک تخته کوبی و بسترسازی مناسب هست. معمولا بعد از ورود کمپوست به سالون یا روز بعد سطح بلوکارا و پلاستیکارا میبرن و بسترسازی میکنن و کلیه سطوح کمپوست رو با هم یک نواخ میکنن، یا یکی دو سه روز مونده قبل از خاکدهی. فرقی نمیکنه از چه روشی استفاده میکنید، مهم اینه که این بسترسازی درست انجام بشه. در نهایت قبل از خاکدهی شما باید حتما یک بستر صاف و تخته‌ای ایجاد کرده باشید تا بتونیم یک خاکدهی خوب انجام بدیم.
خاکتهی با ضخامت نامناسب و غیر یک نواخ باعث میشه که یک قسمت هایی از خاک پوششی که قطر کمتری دارن مثل کناره ها مثلا سریعتر سفید کنن و برعکس در قسمت های زخیمتر دیرتر و نتیجه این کار باعث میشه که در تصمیم گیری برای حوادهی نشه یه تصمیم درست گرفت و قسمت هایی که ضخامت کمتری دارن باعث میشه ریسه ها و میسیلیوم زودتر به سطح خاک برسن و تحت شرایط محیطی سالن ریسه ها بیش از حد ضخیم بشن و ممکنه اون قسمت از سطح خاک بوششی و ریسه ها نتونن وارد فاز زایشی بشن. توجه به این نکات در خاکدهی ساده به نظر میان ولی تأثیر بسیار زیادی در عمل کرد دارن، چون همونطور که گفتم خاک باید بتونه تا پایان فلش سوم بافت خودش رو جهت باردهی حفظ کنه. یک خاکدهی نامناسب خیلی میتونه در عدد عمل کرد و میزان برداشت از سطح تأثیر بذاره، مخصوصا که کل برداشت قارچ از همین سطح خاک پوششی انجام میشه. این که میگیم مثلا 28 کیلوگرم از سطح برداشت کردیم، این مقدار برداشت از همین سطح خاک پوششی صورت میگیره و باید خاک همونطور که گفتم بافتی داشته باشه که بتونه طی این سفلش این بازدهی رو داشته باشه. خب دوستان عزیز، امیدوارم که با دیدن این ویدیو به اهمیت موضوع خاکدهی پی برده باشید و ما تونسته باشیم اون چه مد نظرمون بود را به شما منتقل کنیم. خب از توجهتون سپاسگزارم. ویدیوهای بعدی ما را هم پیگیری بفرمایید.